ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر سیاستی بسیار فعال را در قبال جمهوری اسلامی ایران پیش گرفته. سیاستی که به گفته سایت تحلیلی مؤسسه International Crisis Group حتی میتونه به درگیری مستقیم یا غیر مستقیم، تصادفی و یا خواسته دو کشور منتهی بشه. ما برای اینکه در رابطه با سیاست‌های جدید آمریکا بیشتر بدانیم، به واشنگتن سری زدیم تا با محسن سازگارا، تحلیلگر ساکن پایتخت آمریکا، صحبت کنیم. آقای سازگارا، خوش اومدید. اخیراً خانم نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، نه در مقر این سازمان در نیویورک، بلکه در واشنگتن و در محل پنتاگون نشستی رسانه‌ای برگزار کرد و در آنجا با نشان دادن باقی‌مانده های موشکی که حوثی‌ها چند هفته پیش به سمت فرودگاهی در ریاض، پایتخت پادشاهی سعودی، شلیک کردند، مدعی شد که این موشک‌ها ساخت ایران هستند و سوی جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها داده شدند. به طور مشخص خانم نیکی هیلی گفت که این موشک ساخت مجتمع نظامی در ایران، مجتمع شهید باقری است. البته جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب میکنه و میگوید که هیچگاه موشکی را به حوثی‌ها تحویل نداده است. ببینید، دولت ترامپ درسته که مشکلات زیادی برای خودش درست میکنه. به قول آمریکایی‌ها، دائما به پای خودش شلیک میکنه آقای ترامپ و مشکلات مختلفی داخل امریکا داره، از جمله پرونده دخالت روسیه در انتخابات. اما در زمین سیاست خارجی و به خصوص در مورد ایران، تعیین کننده اصلی سه ژنرالی هستند که عملا دولت آقای ترامپ رو دوش اونها میچرخه، یعنی آقای ماتیس وزیر دفاع، آقای مکمستر مشاور امنیت ملی و آقای کلی که الان رئیس کارکنان کاخ سفیده که پست بسیار مهمی است در هر کابینه. ضمن اینکه آقای تیلرسون وزیر خارجه هم به دلیل اینکه پیشینش مدیر عامل شرکت نفتی بزرگ بوده، از خاورمیانه شناخت داره. این ژنرال ها پیشینه خدمتیشون همشون دوره سربازی اصلیشون در خاورمیانه بوده و از خاورمیانه هم شناخت دارن و هم به خصوص از سپاه و حرکتهاش در منطقه آگاهی دارن. به همین دلیل از اولین روزهایی که این کابینه چینش اینچنینی پیدا کرد، این استراتژی مقابله با اقدامات سپاه در منطقه که اسمش رو گذاشتن مقابله با اقدامات مداخله جویانه ایران در منطقه، ولی در واقع زیر سرفصل مبارزه با تروریسم قرار میگیره، در دستور کار کاخ سفید بوده. از طرف دیگه در کنگره امریکا هم با توجه به اینکه دیگه آقای اوباما در آفیس نیست، در دفتر در کاخ سفید نیست که جلوی اقداماتو بگیره، حالا دموکرات ها هم دیگه اصراری ندارند که جلوی لابی نیرومند یهودیان امریکا بیستن. سهل است، بسیاری از اونها روابط خوبی هم دارن. بنابراین در کنگره هم یک اجماعی هست برای مقابله با جمهوری اسلامی و مشخصا در اولویت یک مقابله با سپاه پاسداران و سازمان ها و اذنابی که سپاه در منطقه داره، مثل حزب الله یا هشت شعبی یا دخالت در یمن و غیره. با این مقدمه در واقع باید این رو به عنوان یک استراتژی قطعی دولت امریکا ما تلقی بکنیم که گفتند که و دستگاه حاکم امریکا کنگره امروز
که بعد از تعیین تکلیف داعش، چون همین ژنرال ها تجویز میکردن که تا مسئله داعش فیصله پیدا نکنه هیچ جبهه جدیدی در خاورمیانه گشوده نشه. الان که تقریبا داعش به انتها رسیده دیگه، اتحادی که قبلا همه سعی میشد در مقابل داعش داشته باشن ضرورتی نداره، به سراغ سپاه اومدن. از قبل هم این پیشبینی میشد آقای رفعت که اولین جایی که جلوی سپاه خواهند ایستاد در یمن خواهد بود، برای اینکه در یمن نه روسیه اونجا دفاعی میکنه، هم ضمن اینکه سعودی ها هم که متحد امریکا هستن در اونجا پاشون گیره، همینطور کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس مثل امارات. بنابراین یمن جایی است که اولویت یک رو در این برخورد داره. برای اینکه امریکا از اینجا شروع کنه، خود سپاه بهانه کافی رو هم ایجاد کرد. مسئله شلیک موشک به سمت ریاض که از سوی حوثی ها انجام شد، البته برای این بود که مسئله استعفای سعد حریری رو اخطار بدن و بعد هم اخطار اصلی بود که با در لبنان با حزب الله نمیشه در بیافتن، چون یک اتحادی ظاهرا پشت پرده بین سعودی ها و اسرائیل بود برای اینکه به حزب الله حمله بکنن که متوقف شد. البته عامل اصلی امریکایی‌ها بودن که جلوی این کار رو گرفتن، ولی این شلیک موشک فرصت مغتنم رو در واقع ایجاد کرد برای شروع مرحله‌ای که بعد اسم اون رو مقابله با سپاه در منطقه و اعوان انصارش گذاشت، که اولویت یکم بین این اعوان و انصار سپاه حزب الله لبنانه. به این دلیل که خانم نیکی هیلی با همکاری وزارت دفاع امریکا این به اصطلاح نمایش رو، این توضیح و کنفرانس مطبوعاتی رو گذاشت و توصیف کرد که چگونه موشک ساخت ایرانه، چطوریه، و قدم بعدی این خواهد بود که میبرن امریکایی ها با رایزنی با اروپایی ها کوشش خواهند کرد که اروپا رو همراه کنند. فرانسه البته قبلا همراه بوده، ولی انگلیس و آلمان و دیگران هم باید همراهی بکنن و اون وقت میبرن شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه معتقدند که این هم خلاف قطعنامه های قبلی شورای امنیت که ایران را از صدور سلاح منع کرده بوده، یا صدور قطعات سلاح یا تکنولوژی های مربوط به سلاح که همه پنج عضو دائم هم راحت بهش رأی داده بودن قبلا، برای اینکه همشون هم امثال چین و روسیه هم خودشون اسلحه میفروشن، هیچ دلخوشی ندارن یه سلاح فروش دیگه ای پیدا بشه، و هم خلاف قطعنامه 231 قطعنامه که بعد از برجام در شورای امنیت تصویب شد، و در این قطعنامه ایران منع شده از این که موشکای بالستیک که خاصیت قدرت حمل سلاح هسته‌ای دارند رو آزمایش کنه، حتی چه برسه به اینکه تولید و صادرش بکنه. بنابراین این کار خانم هیلی مقدمه است برای اینکه ببرن در بعد از رایزنی با متحدین اروپایی و همراه کردن، ببرن در شورای امنیت و کوشش کنن که یک قطعنامه علیه ایران تصویب کنن، ضمن اینکه در خود دولت حکومت امریکا کنگره و دولت دستن در کار خودشون دارن میکنن، یعنی اونها پیشا پیش شروع کردن منابع مالی سپاه رو زیر ضرب گرفتن، منابع قاچاق مواد مخدر رو زیر ضربین قرار دادن، در کنگره هم مصوبه در مورد دخالت در یمن یا فشار روی فروش فرض کنید حتی هواپیمای مسافربری، چون متاسفانه سپاه از هواپیماهای مسافری مثل شرکت ماهان و دیگه استفاده های حمل سلاح و سرباز و اینو کرده که خلاف مقررات هست، و زمینه های دیگه ای که کنگره هم اونها رو در دستور قرار داده.
شما به رایزنی های آمریکا با اروپا اشاره کردید. پنجشنبه گذشته پارلمان اروپا در قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواست که فعالیت های موشکی خارج و ناقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت انجام نده. تا کنون تنها دولت فرانسه است که مواضع سختری در قبال جمهوری اسلامی ایران، نقش این کشور در منطقه و فعالیت های موشکیش اتخاذ کرده. البته با توجه به اینکه فرانسه حضور اقتصادی گسترده‌ای در ایران به ویژه در صنعت خودروسازی داره، شما دلیل این مواضع سفت و سخت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و دیگر اعضای دولتش رو در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه تفسیر میکنید؟ ببینید، فرانسه سیاست خارجیش معروفه، مال الان هم نیست، سال هاست، دهه هاست در واقع. معروفه که سیاست خارجیش تا شخص خود رئیس جمهورش به شدت در اختیار و در خدمت تجارتش هستن. خیلی بیشتر از همه کشورها همینطورن، ولی فرانسه به طرز آشکار و بیانی اینطوریست. درسته که در ایران صنایع خودروسازی ایران تقریبا در انحصار شرکت‌های فرانسوی است و اتفاقا همین انحصار هم کار دست ایران داده، برای اینکه فرانسه خیالش جمعه که مجموع صنعت خودرو ایران با بیش از 200-300 هزار شغل مستقیم و نزدیک به 2 میلیون غیر مستقیم که یکی از بزرگترین صنایع ایرانه، چاره ای جز کار با فرانسوی ها نداره. تو سر ایران هم بزنن، ناچاره که در خصوص شکنندگیش در صنایع خودروسازی مماشات کنه. و این از اون اشتباهات استراتژیک صنعت ایران بوده که به نوعی انحصار فرانسوی ها شده، هیچ جای چانه‌زنی و گریز نداره. بنابراین برای صنایع خودروسازی از دید فرانسوی ها دردش به خیره، ضمن اینکه حجم صنایع خودرو ایران، یعنی حجم تجارتی که با ایران کارخانه های خودروسازی فرانسه میکنن، به سختی به چند میلیارد دلار میرسه، در حالی که الان فرانسه همین یک دور آقای مکرون تو خلیج فارس زد، حجم اسلحه و تجهیزات صنعتی که به عربستان و قطر و امارات و اینها فروخته، جمع بزنید، من جمع نزدم البته، ولی همجوری الان تو حافظم هست، متجاوز از 30-40 میلیارد دلار توی دورون زدن آقای مکرون جنس فروختن به این کشورهای حاشیه خلیج فارس. و ضمناً فرانسوی ها با سعودی ها مشغول رایزنی و کار هستند که در اون طرح بزرگ شهرک به اصطلاح آینده که 500 میلیارد دلار، نیم تریلیون دلار سعودی ها میخوان سرمایه گذاری بکنن، فرانسوی ها میخوان یه سهم قابل ملاحظه هم از اون پروژه بگیرن. به همین دلیل هم خب خیلی طبیعی است که به دل سعودی ها راه میرن و همینطور اماراتی ها، این دوتا کشور اصلی شورای همکاری خلیج فارس. و ضمن اینکه در همون حال با زیرکی از قطری ها هم دوشیدن و 14-15 میلیارد دلار جنس بهشون فروختن. بنابراین میبینیم که آقای مکرون و کل دستگاه سیاست خارجی فرانسه چطور سینه سپر کرده و جلو افتاده برای اینکه به اعراب خلیج فارس به خصوص سعودی ها نزدیک شه و همدوش امریکا داره کوشش میکنه برای اینکه مسئله اقدامات ایران رو در منطقه باهاش مقابله بشه و پروژه موشکی رو. اخیراً مجلس نمایندگان آمریکا با 289 رأی موافق و 135 رأی مخالف طرحی رو تصویب کرد که بر مبنای آن وزارت خزانه داری این کشور موظف فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران و شخص علی خامنه‌ای رو منتشر کنه. البته طرح مشابهی قبلا هم به تصویب کنگره آمریکا رسیده بود، ولی پرزیدنت باراک اوباما از امضای اون سر باز زد و در عمل این طرح هیچ وقت اجرایی نشد. شما فکر میکنید که این بار این طرح به سرانجام برسه؟
ببینید امریکایی ها این تحلیل رو دارند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شخص آقای خامنه ای بزرگترین شبکه تروریستی در تاریخ بشر رو درست کردند. البته به زبان مقامات ایران تن امکانات جنگ نامتقارن و آسیمتری که در واقع، ولی این اسم محترمانه است برای سازمان های تروریستی که سپاه درست کرده در منطقه، از حزب الله لبنان تا هشت و شعبی، لشکر 313 در سوریه یا حوثی های یمن یا در بحرین یا در افغانستان و ماجرا حتی به شرق و غرب آفریقا هم کشونده شده. این شبکه حالا که امریکایی ها در دستور قرار دادن که اولویت یک خاورمیانه با این باید برخورد کنند، به سبکی که با القاعده برخورد کردن، با داعش برخورد کردن، تجربه این کار رو دارن امریکایی ها. اولین مرحله رفتن سراغ منابع پولی اونها، منابع پولی سپاه رو میخوان هدف قرار بدن در منطقه که هم از محل درآمدها و شرکت ها و مؤسسات خود سپاه و هم بخشی بزرگتر سپاه از خود رهبری و بیت رهبری تغذیه میشه. ضمن اینکه قاچاق مواد مخدر هم سورس و منبع دیگری است که درآمد ایجاد میکنه و خرج این بیش از 200,000 نفر نونخوری که سپاه در منطقه درست کرده، پول و سلاح و امکانات به اینها میده. برای این کار خب قبلا قانون کاتسا رو گذروندن که حالا شروع کردن آروم آروم شناختن و رفتن سراغ شرکت های سپاه، و این قانون جدید دو تا خاصیت خواهد داشت که در مجلس نمایندگان تصویب شده، اگر در سنا تصویب بشه و رئیس جمهور امضا کنه تبدیل به قانون خواهد شد، که اموال رهبران ایران، شخص آقای خامنه‌ای به خصوص رو، بیت رهبری و دیگران رو باید اداره خزانداری بشناسه به سه زبان غیر از انگلیسی، به فارسی و دو زبان دیگه رایج در ایران که به احتمال زیاد ترکی و کردی خواهد بود، روی سایتش بگذاره تا ایرانی ها مطلع بشن. و این کار مقدمه خواهد شد برای دو کار. یکی این که این منابع هم در فازهای بعدی برن مشمول تحریم قرار بدن، اگرچه بخشی از بیت رهبری همین الان هم مشمول تحریم هست. دوم این که یک قانونی در زمان جنگ سرد علیه شوروی داشتن امریکایی ها که کسانی رو که فساد اقتصادی میکردن و مشمول تحریم امریکا قرار میدادن یا مؤسساتی که فاسد بودن. این هم قرار است که بعد از اینکه اطلاعات منتشر شد، فضای لازم ساخته شد، اون قانون رو هم در مورد ایران به اجرا در بیارن و رهبران، ژنرال ها، از شخص آقای خامنه‌ای تا دیگرانی که اموال ملت ایران رو غارت کردن و فاسد هستن و هم وقت مشمول تحریم امریکا قرار بده. شما اشاره کردید به نقش حزب الله در قاچاق مواد مخدر به ویژه در آمریکای لاتین و به نوعی هم در ایالات متحده آمریکا. در گذشته سازمان DEA یا سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر آمریکا طرحی رو در این رابطه به اجرا گذاشته بود، ولی خب در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما این طرح متوقف شد. حالا گویا این طرح مجدداً به اجرا گذارده خواهد شد. تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدری که گفته می شود توسط حزب الله اداره می شود با این نهاد همکاری دارند؟ ببینید، شما اشارتون به طرح کاساندرا بود که اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا DEA که تجربیات زیادی هم در مبارزه با دراگ لوردا و کارتل های مواد مخدر در کولومبیا، مکزیک و سایر کشورهای آمریکای لاتین داره، قولایی مثل اسکوبار و اینها رو یا الپاچو رو تونسته که از کار بندازه. این اداره با مواد مبارزه با مواد مخدر امریکا چند ساله که
متوجه شده و به دولت امریکا هم اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مبدأ افغانستان در همکاری با آدم‌های مثلا پسر آقای کرزایی یا سایر آدم‌های فاسد در افغانستان مواد مخدر رو با کمک حزب الله میاره میرسونه تا کاراکاس در ونزوئلا. بخشی از مواد مخدر هم غیر از تریاک و مورفین و مشتقاتشون تا هروئین صنعتی تولید میکنن، مواد مخدر صنعتی، و این از کاراکاس از اونجا در به کشورهای اصلی مثل کولومبیا و مکزیک به خصوص میره و بعد سایر کشورهای آمریکای لاتین و نهایتا هم سر از بازار امریکا در میاره. این رو اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا میداند، به همین دلیل اون طرح کاساندرا رو که تهیه کرده بودند برای مبارزه با این رهبران و ارتباط حزب الله لبنان و سپاه پاسداران با سران کارتل های مواد مخدر بود. منتها در دوره آقای اوباما در سال 2015 آقای اوباما دستور توقف این طرح رو داد، به دلیل اینکه تمام هوش و حواس آقای اوباما دنبال این بود که قرارداد هسته‌ای رو به نتیجه برسونه، به همین دلیل در هیچ حوزه دیگه‌ای نمیخواست که از گل نازکتر به رهبران ایران بگه و حتی طمع داشت به اینکه بلکه با به اصطلاح شیرین کردن دهن رهبران ایران قدم بعدی حتی بتونه روابط رو عادی بکنه و از طریق دوستی و مذاکره ایران رو بیاره تو مداری که از این کارا دست برداره. این تصور آقای اوباما بود و حتی در آخرین سال ریاست جمهوریش هم نامه آخری رو نوشت و اعلام آماده کرد که همونجور که رفته هاوانا حاضر بره تهران. به همین دلیل این طرح متوقف شد. اما الان که آقای ترامپ اومده و گرداننده اصلی کابینش هم سه تا ژنرال هستن که خدمتتون عرض کردم و خیلی هم خوب اینا از سپاه و فعالیتاش شناخت دارن، این طرح دوباره در دستور قرار گرفته. متأ الان اشکال در واشنگتن این است که اداره مبارزه با مواد مخدر منتظر رئیس و تعیین تکلیف از طرف آقای ترامپ. به محض اینکه این اتفاق بیفته این طرح رو قرار است به جریان بندازن. اگر این کار رو بکنم به نظر من یکی از منابع اصلی پولی که برآورد میشه دست کم فقط 6 میلیارد دلارش رو حزب الله لبنان ورمیداره، اما صحبت از اعداد بزرگتر هم هست که ولی نعمت حزب الله یعنی سپاه و ایران خرج بقیه اعوان و انصار در منطقه میکنه. عدد دقیقش رو طبیعتا کسی نمیدونه، اینا فقط برآورده، ولی اگر این طرح به جریان بیفته و وقت به نظر من یک بعد دیگری از فعالیت های حضرات در دنیا مطرح خواهد شد که اون وقت فکر نمی کنم دیگه حتی نزدیکترین مدافعین حکومت هم بتوانند در سیاست داخلی یا خارجی بیان و دفاع بکنند از قاچاقچیگری و آلوده کردن جوانها در سراسر دنیا. بسیاری معتقدند که سیاست‌های اشتباه آمریکا در دو دهه اخیر در خاورمیانه عملا بسیاری از کشورها رو تقدیم ایران کرده یا اجازه داده که ایران نفوذ خودش رو در این کشورها گسترش بده. از افغانستان بعد از سقوط طالبان، در عراق بعد از صدام حسین و در سالهای آخر هم یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای باراک اوباما پای ایران به سوریه و یمن هم باز شد. بسیاری معتقدند که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل امکان دیگری است که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره برای به دست گرفتن رهبری اسلامیون افراطی در فلسطین و در سراسر جهان. ببینید در مورد قسمت اول سوال شما
درسته که برداشتن رژیم خشنی مثل صدام حسین مثلا راه رو تسهیل کرد، ولی دخالت ایران در کشورهای منطقه از زمان آقای بوش یا اوباما یا قبل از اون شروع نشده. حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق دخالت در عراق رو جمهوری اسلامی شروع کرده بود، یا همزمان تقریبا با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در افغانستان حکومت کمونیستی سر کار اومد و گروه های جهادی باهاش جنگ کردند و در تمام دوره جنگ گروه های جهادی با کمونیست ها و شوروی و بعد از اون در جنگ های داخلی در افغانستان جمهوری اسلامی همیشه دخالت داشته، همیشه گروه های متعدد افغانی بودند که از ایران پول گرفتن، امکانات گرفتن، رهبرانشون در ایران بودن، آموزش گرفتن و بنابراین این سیاست که به قول استراتژیست های سپاه هسته های حزب الله در منطقه درست شد، بخوانید در واقع این حرف رو سازمان های مشابه خود سپاه و بسیج در منطقه درست بشه برای صدور انقلاب اسلامی ایران، تعبیری که آقایون دارن و میگن ما سیاست خارجی انقلاب اسلامی رو دنبال میکنیم، دولت و وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی دولت ایران هستن، جمهوری اسلامی هستن، در حالی که ما انقلاب اسلامی رو دنبال میکنیم. این سیاست همواره بوده، یعنی از همون روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز بوده، ضمن اینکه شسته رفته تر و سازمان یافته تر و هزینه های بیشتر و بعدم استراتژی روشنی بر اساسش تنظیم شده. اما برداشتن مثلا کسی مثل صدام حسین خب خیلی کمک کننده بود برای اینکه سرمایه گذاری که روی بخشی از گروه های کردی کرده بود جمهوری اسلامی یا شیعیان عراق و غیره خب تونست به سرعت گسترش پیدا بکنه در عراق، یا در سوریه قیام مردم سوریه علیه بشار اسد و تعلل آقای اوباما در دفاع از مردم سوریه خلأ استراتژیکی ایجاد کرد که خب جمهوری اسلامی رفت پشت سر قصاب دمشق آقای بشار اسد ایستاد و شریک کشتار مردم بدبخت بیگناه سوریه شد. بنابراین اصل ماجرا اشتباهات رؤسای جمهوری امریکا یا سیاستایی که امریکا در منطقه داشته فقط کمک کننده بوده به سیاست اصلی که جمهوری اسلامی شاید از روز نخست داشته و دست کم در دوره آقای خامنه‌ای خیلی با جدیت اون رو دنبال کرده. ولی در مورد قسمت دوم سوالتون من کاملا موافقم، یعنی این تصمیم اشتباه آقای ترامپ که بیشتر ایشون میخواد به اون پایگاه رأی خودش که 32% بوده و الان سنجش افکار نشون میده 28% هست و همونا بهش وفادار موندن باج بده و به هر قیمت اونها رو پشت خودش نگه داره، برای اینکه خیلی در عرصه سیاست داخلی آمریکا آسیب پذیر الان آقای ترامپ، اوانجلیکنا و متحدینی از بخشای راستگرای یهودی ها و غیره آقای ترامپ این باج رو فکر کرده به اونا بده و جناح راست اسرائیل هم به نظر من امثال آقای نتانیاهو نابخردانه، اونا هم برای اینکه پایگاه رأی خودشون رو تقویت کنن خیلی باهوش باز رفتن سراغ این تصمیم، در حالی که هیچ خاصیتی این تصمیم نه برای اسرائیلیا داشته نه برای امریکا داشته، برای اینکه نه فلسطینیا رو از شرق فلسطین میشه بیرون کرد، نه اسرائیل زورش میده این کارو بکنه، نه حالا امریکا بگه بیت المقدس و پایتخت میشناسه تأثیر آنچنانی خواهد گذاشت، الا همینی که به درستی محمود عباس دست گذاشته که آقا ما دیگه امریکا رو میانجی بی‌طرف نمیدونیم، مذاکرات صلح رو به واسطگی امریکا نمی‌کنیم، چون این ماجرا قرار بوده در جریان مذاکرات صلح تا آخرین مراحلش تکلیف این شهری که همه مذاهب ابراهیمی روش نظر دارن اونجا به بحث گذاشته باشه و تنگ تکلیف بشه. بنابراین این تصمیم تنها خاصیتی که داشته این بوده که سالها زوری که اسرائیلی‌ها زدن موفق هم شده بودن که دشمنی شماره یک عرب رو از اسرائیل متوجه ایران بکنن
و اتحادی درست کنند با عرب ها و بین خود عرب ها علیه ایران، درست صفحه کاغذ چرخید و الان دوباره دنیای اسلام 57 کشور که بعد از سازمان ملل بزرگترین مجتمع کشورهای دنیا میشه گفت، دور هم جمع میشن حالا در سطوح مختلف و مسئله فلسطین در محوریت قرار میگیره. تند رویه های مثل آقای اردوغان یا جمهوری اسلامی و غیره میدون پیدا میکنن، شعار میدن و به میدون میان. نتیجهش این میشه که دوباره تنها دور رو از دست میانه روی در واقع میگیره. من بر صورت با اصل تصمیم که کشورهای اسلامی هم اعلام کنن بیت المقدس شرقی رو پایتخت فلسطین میدونن موافقم، یعنی چیزیست که به اسرائیل هم که عادت کرده هر کاری رو سرش بندازه پایین بکنه بره جلو، هشدار میده و نشان خواهد داد که بالاخره اینجا باید با سر میز مذاکره حل شه. ولی اینی که حالا دیگه جمهوری اسلامی داره دائما این روزا نفت به آتیش میپاشه و کبریت میزنه، بلکه دوباره زیر حماس و جهاد اسلامی و جنگ مسلحانه رو روشن بکنه، اینها کاملا البته مخالفم و کاملا هم به نظرم میشود گفت از تبعات اشتباه آقای ترامپ و این کاری که کرد. دونالد ترامپ پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام رو امضا نکرد و اون رو به کنگره حواله کرد. کنگره آمریکا 60 روز وقت داشت که در این رابطه تصمیمی بگیره. این 60 روز گذشت و تصمیمی هم اتخاذ نشد و طرح دوباره به کاخ سفید بازگشت. به نظر شما سرانجام این داستان چه خواهد بود؟ ببینید، کنگره ملاقاتی که دو سناتور ارشد از کمیته روابط خارجی سنا، تام کورکر، آقای کورکر و آقای کاتن داشتن با جنرال بکمستر مشاور امنیت ملی، در اونجا صراحتاً به دولت امریکا هم گفتند که مخالف این هستند که با اروپایی ها و متحدین اروپایی اختلاف ایجاد بشه. سفر خانم موگرینی و سایر مقامات اروپایی و رایزنی هایی که اروپایی ها کردند با کنگره امریکا مؤثر واقع شد و دولت امریکا هم وزارت خارجش دست کم و مشاور امنیت ملیش هم مخالفند که کاری بکنند که همدلی و همدستی با اروپا به هم بخوره، به اصطلاح پیمان ترانس اتلانتیکی همکاری دو سوی اقیانوس اطلس دوچار خدشه بشه. به همین دلیل در مورد برجام به احتمال زیاد کاری نخواهند کرد. کنگره ترجیح تا توپ رو بندازه تو زمین کاخ سفید، برای اینکه طبق اون مسببه اول دو ماه وقت داشتش که اگر میخواد تحریم بیشتر بگذاره اعمال کنه، ترجیح داد اینو استفاده نکنه. حالا برگشته یه ماه دولت وقت داره که اگر بخواد تحریم های جدید بگذاره، که اگر آقای ترامپ به سبک کارهای غیر منتظرش مثل همین اعلام مثلا بیت المقدس کار عجیب غریب آقای ترامپ نکنه، احتمالا از دولت هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و برجام رو نگه میدارن الا اینکه سختگیری های بیشتر و گزارش های بیشتر و فشار روی آژانس و سازمان ملل و غیره، به جاش این جبهه جدیدی که باز شده، بحث موشکی، بحث تروریسم و بعد هم در قدم های بعدی بحث مواد مخدر و غیره، اینها تشدید خواهد شد و تو این راستا فکر میکنن امریکایی ها که بتوانند متحدین اروپایی رو هم با خودشون همراه کنند. با سپاس از همراهیتون. ممنون از محبت.